خاص رسمندو تو بچشم جمله لا جوریم چو چشمه نو دروای تو پریدا اوسرا گرگ جونا بی خیال گونی نتوانا هر طرف پرز تو من با تمنای وصالا من چنان زرب پیشه شوکت و شان و جلالا رسم عاشقی چه باشا از تو پر هر نفس من در میان سمان تو کسے ماں بے قسم تو کسے ماں بے قسم تو کسے ماں دروے تو پریدا اوسرا گرگ جونا بے خیال بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم در برنامه رسم عاشقی و چنانچه حالا تخمین ها بر این است که این برنامه آخر باشد، اگر فردا عید باشد یا نباشد ما هستیم در خدمت شما بینندگان عزیز، همکارانم همه در خدمت شما هستن. عزیزان بیننده میخوایم سوال روز، یعنی ای تو احساس میکنم سوال آخری است که برای شما میخوانم بیننده عزیز، این است که وقت مستحب و درست ادای صدقه فطر چه وقت است؟ الف ماه رمضان، ب پس از ایام عید، جیم صبح صادق روز اول عید فطر و دال هم صبح صادق روز اول عید اضحا. کدام یکی درست هست؟ الف ب جیم دال. برای ما اسمس بکنید به شماره 729، شاید شما آخرین برنده جواب دهنده همچنان و کسی باشین که موفق در برنامه رسم عاشقی و مستحق جایزه این ناچیز برنامه رسم عاشقی شوین. در ابتدای برنامه میخوایم مهمانانی که در برنامه با ما هستن ایشان را به شما معرفی بکنم. جناب آقای قیس دلداربیک دانش آموزی است که با ما در برنامه تشریف آوردن، ایشان را خوش آمدید میگیم. جناب آقای محمد عثمان کامران آگاه مسائل دینی، جناب مولوی صاحب محمد سرور آگاه مسائل دینی با ما هستند و جناب دکتر صاحب زکریا بارکسه، ایشان را هم خوش آمدید میگم به برنامه رسم عاشقی. در ابتدای برنامه میخواییم بپردازیم به آیات چند، یعنی قرائت آیات چند از کلام الله مجید توسط آقای سید صدیق الله سادات، ایشان برای ما قرائت میکنند و ما هم در برنامه درباره موضوعی را که انتخاب کردیم صحبت هایی داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. سپاسگزار هستیم، سپاسگزار هستیم. بیننده های عزیز یک نگاه میاندازیم به بخش آشپزخانه. سلام بهشت جان. سلام با شما سراب جان و همچنان به مهمانتان و بیننده های عزیز تلویزیون یک. خوش آمدید دوستان عزیز به بخش آشپزخانه رسم عاشقی و گفته سراب جان. شاید ایام آخرین افطار باشه که بشیر جان برای شما غذا آماده می‌سازد، اما آخرین غذا نیست به خاطر اینکه برنامه آشپزی همیشه می باشه. بشیر جان خسته نباشین، چی می‌خواین که امروز آماده بسازین؟ زنده باشی بشیر جان. خب امروز خواستم که یک غذای کمک خیلی باشه آماده بسازیم همراه با گوجو ساله. بله. یک غذای ایتالیایی است که میتونیم گفتم منتوی داشی. منتوی داشی یعنی خمیرم شما کدین یا خیر؟ نه بهشت جان، این منتوی داشی البته متفاوت است. این منتوی فامیلی است که ما میتونیم به شکل منتو آماده بسازیم، ولی خمیرش همراه با کچولو آماده میشه. به شکل منتوی افغانی نیست که ما او را به شکل گلک آماده بسازیم، بستش کنیم داخل آب جوش یا بندازیم یا داخل استیمر یا بخار پزش کنیم. به خاطر امروز ما خواستیم هم آسان آماده میشه و هم مزه‌دار است. بسیار خوب. وازیتر از دوستای ما خواسته بودن به خصوص به ایمیل برنامه ایمیل روان میکردن که بشیر جان منتو آماده بسازه. خب چند بار منتو آماده ساختن، منتوی افغانی و منتوی که داخل داش هم آماده میشه، اما امروز منتوی که میخواین بر شما آماده بسازن دوستای عزیز از کچالو آماده میشه. کاملا متفاوت است، یعنی خمیرش از کچالو است و در ضمن از گوشتی که میخواین استفاده کنن گفتین گوشت گوساله است یا از گاو بشیر جان؟ گوشت گوساله است که خودم از ماشین کشیدمش و بعد از اون ما میتونیم خوبتر آماده بسازیم. و قسمی که اول گفتم برای شما دوست عزیز یک منتوی بسیار ساده و آسان است و ضرورت به این نداره که ما خمیر آماده بسازیم. بله. گلک آماده بسازیم، همه مواد داخل یک طرف مندازیم، داخل داش میمونیم، آماده میشه، ازش بیرون میکنیم، وقت کم میگیره می و میتونیم یک منتوی متفاوت هم نوشجان بکنیم. دوستای عزیز که بشیر جان در جریان برنامه طرز تهیش برتون میگن، اما تا کار رو که انجام دادن گوشت مثل که به گوشت منتو میخوایم آماده بسازیم سر گاز سرخش میکنن و آماده میشه و کچالو هم داخل دیگ عوسته که کم کم میجوشه. کم کم دیگه غذا هم بشیر جان میخواین دوستای عزیز امروز آماده بسازن که منتوی داشی است از کچالو آماده میشه، خمیرش از کچالو است. بقیه جزئیات بشیر جان در برنامه برتون خواهد دادن. حالا سخن واگذار میکنیم به سراب جان و مهمانشان. سپاسگزار هستم. بیننده های عزیز، شما ماه مبارک رمضان را چگونه گذراندین؟ این ماه پر از عبادت را چگونه گذراندین؟ موضوع امروز برنامه رسم عاشقی هم درباره عبادت هست. اینکه ما محصول این عبادت این ماه برای انسان ها چی هست، از هر لحاظی میخوایم امشب روی آن مسئله بحث بکنیم. جناب آقای کامران، در ابتدا میخوایم از شما بشنویم که عبادت به چه تعریفی داره، یعنی تعریف عبادت چی است، در کل عبادت برای انسان ها چه نیازی است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و کفا و صلاة و سلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد زهم په خپل وار سره تاسو ته د برنامه ملمنو ته د افغانستان ټول مسلمان ملت ته خپل احترامات وړاندې کوم. مقدما ورته د عید سعید الفطر د را رسیدو له امله هم تبریکی وایم او الله رب العزت دې وکړي چې دا اختر د افغانستان زوریدلی ملت ته د ځان سره د صلح او سوکالۍ زیری ولري. عبادت اصلا الله رب العزت انسان چې پیدا کړی ده د عبادت لپاره پیدا کړی ده، او عبادت هم د انسان اړیکه د الله رب العزت سره د عبادت له لارې تعمیلیږي، او د الله رب العزت اوامرو ته غاړه ایښودل او هغه منل او هغه عملي کول د عبادت له لارې راځي. په قرآن زمیشان کې الله رب العزت فرمایلی دی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله رب العزت فرمایلی دی چې ما انسانان او جنیات د دې لپاره پیدا کړی دی چې دوی زما عبادت وکړي. نو عبادت د انسان او د الله رب العزت ترمنځ یوه بهترینه د رابطې لاره ده،
او په دې سره انسان کولای شي چې تقوا کسب کړي. کله چې یو انسان د عبادت لاره نه تقوا کسب کړله، بیا دای کولای شي چې په دنیا او آخرت کې نیک مرغۍ او سعادتونو ته لاسرسی پیدا کړي او د دې لاره نه الله رب العزت خوشاله کړي. کله چې یو انسان نه الله رب العزت خوشاله شو، نو یقیني خبر ده چې داسې انسانانو دنیا و آخرت دواړه نیکمرغه وي. موږ تاسو په خپل ژوندانه کې ګورو، هغه کسان چې هغه عبادت کوي، د الله رب العزت اوامرو ته غاړه ایږدي او هغه په ځان باندې عملي کوي، هغه متقی خلک دي، تقوادار خلک دي، او دا کسان په ژوندانه کې ډیر موفق کسان دي. سپاسگزار هستیم. ماحصل عبادت در ماه مبارک رمضان برای انسان ها چی است جناب آقای سربر؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در قدم نخست السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. ثانيا چنانچه برادر بزرگوار ما در ارتباط به تعریف عبادت اشاره کرد که و همچنان گفت کسی که عبادت میکنه با تقوا، مردمای با تقوا بعدا یعنی کامیابی دنیا و آخرت حاصل میکنه. آمدیم در رابطه به ماه مبارک رمضان. این ماه مبارک رمضان ماهش هم یک ماه بسیار پر اهمیت است و عبادتی هم که در این ماه انسان انجام میده بسیار ارزش داره در نزد الله رب العالمین. چنانچه در حدیث صحیح میاد که اگر کسی در ماه مبارک رمضان نفل میخوانه، نفل ماه مبارک رمضان ارزش فرض دیگر اوقات داره. اگر فرض میخوانه، فرضش به مسابه 70 فرض دیگر اوقات ارزش داره. آمدیم خود رمضان، روزه رمضان یک عبادت بسیار بزرگ است. پروردگار عالم روزه رمضان که فرضیتش ذکر میکنه، باز فایدهش لعلکم تتقون میگه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرضیت رمضان که ذکر میکنه، باز میگه نتیجه ازی چی است؟ تا ای که شما تقوا، پرهیزگاری، خدا ترسی را اختیار بکنین و کمایی بکنین. معلوم میشه که از عبادت خشیت در قلب انسان پیدا میشه، تواضع پیدا میشه، تذلل پیدا میشه، ترس خدا در قلب انسان میاد. وقتی یک انسانی که در قلبش ترس خدا، خشیت خداوند جاگزین شد، این میست که او سعادت دنیا و آخرت برای خود کمایی میکنه. سپاسگزار هستیم. بیننده های عزیز، پس از یک رفت آمد برمیگردیم و با برنامه رسم عاشقی با موضوع عبادت هستیم. در ادامه برنامه رسم عاشقی میخواییم در رابطه با عبادت و تأثیرات، حالا میشه گفت روانی عبادت بر روی انسان ها، از آقای استاد بارکزایی بپرسیم. تأثیرات روانی عبادت برای انسان ها چی است؟ تشکر، سلامت باشین. خلبته در نخواست سلام خدمت شما و دوستای بینت عزیز و دوستایی که ما را نگاه میکنن و جهت قبولی طاعت و عبادتشان از خداوند متعال تمنا داریم. از شما هم واقعا موضوع جالب در حقیقت در قسمت عبادت دوستا هم خوب اشاره کردن. هیره در حقیقتش تحت عنوان یک تجربه هامیز بس میکنیم تا بر دوستا هم کم روشن شه و ما هم در مورد زی آگاهی خوب حاصل کنیم. ما حکایت از یک مرد 80 ساله در مورد عبادت دارم. زمانی که از یک مرد 80 ساله سوال کردیم که در حقیقت راز عبادت در چیست، او از سن 15 سالگی شروع کرد. گفت در 15 سالگی دانستم که از مادرم کرده بهتر کس نمیدانه، ولی در سن 20 سالگی دانستم که کار انحراف فایده نداره، ولی زمانی که در سن 25 سالگی رسیدم دانستم که زندگی بدون همسر هیچ معنی نداره. زمانی که در سن 30 سالگی دانستم، توانستم کی را بدانم که قدرت برای مردها جذابیت و جذابیت برای خانم ها عین قدرت است. اما زمانی که در سن 35 سالگی رسیدم دانستم که هر روز کودک 6 ساعت وقت مادرش را ضایع میکنه. اما زمانی که در سن 40 سالگی رسیدم، نسبت به موفقیت خود به موفقیت دوستای دیگه بسیار نگاه کردم. اما زمانی که در سن 50 سالگی رسیدم دانستم که بهترین دوست برای انسان داشتن علم، دانش و رفیق خوب هست. اما زمانی که در سن 60 سالگی قدم گذاشتم، گفتم حیف بابا، همه از اینا حیف و تایکاش در هیستن از حوالش عبادت میداشتم، یعنی در سن 60 سالگی بهترین راه برای من عبادت مانده بود. پس از این جهتش ما پیداش کردیم که از لحاظ روانی خود عبادت را عبارت از یک فرایند میدانیم که در این یک سلسله تدارکات و عوامل جابجا هست که عوامل و تدارکات سبب خوشنودی انسان هم در دنیا و هم در آخرت میگردد، که در حقیقت انسان در مقابل مسئولیت خود فرض را ادا کرده و پاداش خود را نصیب کرده و از لحاظ روانی مشکلات خود را حل ساخته. ما تحت این موضوعی را بررسی میکنیم. خیلی زیبا. بعد حالا انسان از لحاظ روانی و بعد از عبادت چگونه روح روان میداشته باشه بیشتر؟
قسمی که ما سورب جان در مورد مسائل زندگی صحبت میکنیم، مسائل زندگی را آگاهانه به موضوعات عملیه های معرفتی یا عملیه های دستگاه شناختی ذهن خود مربوط میسازیم. پس امروز معمولا در قسمت دستگاه شناختی عملیه های ذهن خود ما احساس را با خود داریم، ما حافظه را با خود داریم، توجه را با خود داریم، ادراک را با خود داریم، تفکر و تخیل و تصور هم با خود داریم. پس زمانی که انسان در مقابل برنامه های عبادت روبرو میشه، از طرف دیگه هم اصول مندی و قانون مندی ها بر ازی مطرح میشه. پس ادا کردن ازی بر وجود انسان یک خوشنودی را مساعد میگردانه که از یک طرف فرض خود را ادا کرده و از طرف دیگه که حق بالای ازی بوده است ای را ادا کرده که از لحاظ ذهن خود کدام مشکل در ذهن خود پراگندگی را در بر نداشته. از این جهت انرژی در وجودش آزاد میشه و همچنان خوشنودی هم در وجودش باز میگردد. همون عدم پراگندگی ذهنی. بله. با قیس عزیز هستیم. قیس عزیز شما چند ساله هستین و مشغول چه کاری هستین؟ من تقریبا 17 سال عمر دارم و فعلا کسی کار بگم یا تا سب در احوال نفوس. خیلی خوب، این ماه را کلن روزه گرفتین دیگه؟ بله. هیچ با هیچ مشکلات بر نخوردین؟ نه خیلی. حالا هوای گرم بود و فشار آمد سر شما و این حرفا؟ نه خیلی. عبادت را کامل کردین در این ماه؟ بله. حالا فکر میکنین این عبادت را که کامل کردین چه احساسی دارین؟ این احساستان را برای ما بگید. بسیار احساس خوشی دارم که ما توانستم که عبادت را تکمیل کنم. پر از مهر وفا، مهر خوب بود اما. بله بله خیلی خوب. و به خاطر اما ما عبادت بود، به خاطر که ما در این ما قرآن کریم نازل شده است. خیلی زیبا. و خداوند نفرماید که ما انسان خلق کنیم به خاطر عبادت خلق کنیم. بسیار خوب، سپاسگزاریم. جناب آقای سیار مهدی از مهری از کشور آلمان با ما در تماس هستند. جناب آقای مهری صدای ما رو میشنوید، سلام بر شما. سلام بر شما همچنان. اول تر از همه سلام های خود را به کارمندان تلویزیون شما، تلویزیون یک، و از طریق پرده تلویزیونتان به همه مردم مهربان کشور خود تقدیم میکنم. سپاسگزاریم. آقای مهری در کشور آلمان، حالا فکر میکنم امروز روز آخر ماه مبارک رمضان هست، حالا تخمین بر این هست، در اونجا چگونه گذشت این ماه؟ البته ماه مبارک رمضان که ماه مغفرت و مرحمت است، به شکل خوبش در اینجا گذشت به خاطر از اینکه ما در اینجا در شهر برلین زندگی میکنم. من خودم در اینجا محصل هستم. البته در شهر برلین در حدود 160 هزار مسلمان وجود داره که اکثرا نشان مردم ترک هستند و ما میتونیم که در اینجا به بسیار سادگی به گوشت حلال دسترسی پیدا کنیم و به می ترتیب به مساجدی که در اینجا وجود داره از طرف مردم ترک ها و بوسنیایی ها و لبنانی ها جور شدن در این مساجد می رفتیم. البته به خاطر افطاری اکثر اوقات اینا غذا تهیه میکردن، چون ما محصل هستیم در اینجا نمیتونستیم که به خود برسیم. اما مسلمان هایی که در اینجا وجود دارن و مردمی که در اینجا وجود دارن با کمک از اینا ما توانستیم این ماه مبارک رمضان به خوبی و درستیش سپری کنیم. شور و شوقی که در ماه مبارک رمضان شما در چشمان مسلمانان دیدین، برای ما بگوین چه احساسی دریافتین از اونجا، از مسلمانان اونجا؟ البته در بله صدای مرا میشنوین؟ بله صدایتان میشنوین. گفتم که شروع شوق و همون احساسی را که مردم مسلمان اونجا داشتند چگونه بود، برای ما تعریف بکنین. البته شما اگر یک بار مشاهده کنید این صحنه را، یک احساس بله صدای شما را میشنوم. البته یک احساس بسیار پرجوش را شما خواهدین که مثلا شما میبینین مسلمان ها از مذاهب مختلف و مسلمان هایی که به حساب از ممالک مختلف به رنگ های مختلف میان با هم یک جا جمع میشن، در یک مسجد نماز میخونن، با هم یک جای غذا میخورن و به می ترتیب اگر به رستوران های شهر برین در جایی که اکثرا رستوران های عربی و ترکی می باشه، شما می بینین که در ساعت های 9-9:30 بجه در اینجا افطاری میشه. البته در این رنج دیگه شما می توانید که مسلمان های را ببینید که در این وقت به افطاری می براین و به این رستوران ها می روان و افطاری خود انجام می دهند. یک احساس بسیار خوب داریم. سپاسگزار هستم. سپاسگزار هستم آقای مهری.
بیننده های عزیز پس از یک رفت آمد برمیگردیم. بینده های عزیز ادامه برنامه رسم موسیقی رو تماشا میکنید. از جناب آقای سرور میخواییم بپرسم که یک فرد مسلمان عبادت کاملی که میتونه در ماه مبارک رمضان بکنه چگونه باید این عبادت را به صورت کامل اجرا بکنه و پیاده بکنه؟ یک انسان مسلمانی که در ماه مبارک رمضان چون ما یک ماه پربرکت است، ماه نزول قرآن است، او به شکلی میتونه که بکنه، به مو شکلی که شریعت اسلام، دین مقدس اسلام به ما راهنمایی میکنه، به مطابق راهنمایی از او اگر رفتار میکنه واقعا عبادت کامل میتونه که انجام بده. اگر در صورتی که از راهنمایی شریعت تخلف میکنه ما نمیتونیم که عبادت از او را کامل گفته بتونیم. فرض مثال شریعت اسلام میگه که در ماه مبارک رمضان انسان تنها اینطور نباشه که فقط نان نخوره و بیخوابی بکنه خلاص، بلکه حدیث شریف میگه که بسیاری از کسایی هستند که برش صرف اونمو گرسنگیش میمانه و شب بیدارش، اما دیگر چیزی را کمایی کرده نمیتونه. علتش در ایست که او مسائل را یا او قوانین را که شریعت اسلام برای ازی گفته او را مراعات نمیکنه، اما اگر کاملا واقعا شریعت مراعات بکنه این میتونه که عبادت بسیار کامل نمونه اکمل. دیگرش هم این هست که برخی روزه میگیرن اما نماز نمیخونن. بله، این در کل برای اینها چه توصیه‌ای داریم؟ کسایی که روزه میگیره اینها باید نماز نه تنها در رمضان، ای بلکه برای همیش یک انسانی که بالغ میرسه بعد از بلوغ بالاش فرض است، ضروری است. تنها در ماه مبارک رمضان ما میبینیم که عموما مردم در نماز زیاد مراجعه میکنه. یک خویلت شمیسته که در این ما توفیق خیر خداوند بیشتر برای مردم نصیب میکنه، شیطان ها نظر به فرموده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بسته میشه، قید میشه، دیگه دروازه های رحمت خداوند باز میشه، به این خاطر مردم بیشتر مراجعه میکنه در نماز. ولی باید که بیشتر مراجعه بکنه، چون که من قبلا گفتم که در این ما فرضی را که انسان انجام میده او فرض به مثابه 70 فرض دیگر اوقات ارزش داره و نفل این ما به مثابه فرض دیگر اوقات ارزش داره. اما باز در به طور عموم نماز تنها از خصوصیت رمضان نیست که در رمضان یک نفر نماز بخونه و دیگر اوقات نخونه، بلکه برای همیش نماز لازم و ضروری است. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد میفرمه که حتی از امو مادون و ماتحت از امو خردا که مرو اولادکم به صلات و هم ابناء سبع سنین، که شما فرزندانتان به نماز قمانده بکنین در سن 7 سالگی، در 7 سالگی تشویق بکنین. اگر به 10 سالگی میرسه باز میتونین که در صورت ترک نماز حتی تهدیدش بکنین. سپاسگزاریم. حالا میخوایم درباره گستره عبادت از آقای عمری بپرسیم. گستره عبادت آقای عمری همین هست که ما روزه بگیریم و نماز بخونیم؟ بسیار خوب سوال فرمودین. البته این هم یکی از بخش های مهم عبادت است، روزه، نماز، اما منحصر به روزه و نماز نمی باشه عبادت. چنانچه حدیث شریف است که جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد می فرمه که اگر تو با یک نفری حرف نیک می زنی صدقه هست، اگر با یک کسی معاونت و همکاری می کنی صدقه هست، حتی بسیار چیزی ادنا را لیکن در اوج الهیت مقصود صدقه میگه. و صدقه خود از یک عبادت است. از این حدیث معلوم میشه که عبادت تنها منحصر به نماز خواندن، تنها منحصر به زکات دادن یا تنها منحصر به روزه نیست، بلکه عبادت یک چی وسیع داره. اما این روزه یا فرض کردم نماز یا این چیزهایی که ذکر شد ای یکی از بخش های مهم عبادت هستند که اینا هم در جمله عبادات قرار میگیره. بله، سپاسگزار هستم. نظر شما چی هست در رابطه با همین گستره عبادت؟ آیا کمک به دیگران و موارد دیگر شامل عبادت میشه یا که نمیشه؟ بالکل، جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی خیر الناس من انفعهم للناس و کما قال صلی الله علیه و سلم، بهترین دی کسانو نه هغه څوک ده چې بل چا سره کمک وکي. عبادت شیده د عبادت و مجال ډیر وسیع ده، ډیر پراخ ده، لکه څنګه چې مولوی صاحب ورته اشاره وکړه، د فرایض ترڅنګ ټول هغه د خیر ښېګڼې کارونه
چې هغه د مسلمانانو سره د همدردۍ په خاطر باندې کیږي، د همکارۍ په خاطر باندې کیږي، د کومک په خاطر باندې کیږي، دا ټول په عبادت کې راځي. حتی د حلال رزق کسب کول عبادت دی، د انسانانو سره کومک کول هم یو عبادت دی، د خیر ښېګڼې کارونه هم عبادت دی. نو د عبادت مجال چې دی ډېر پراخه دی. متاسفانه زموږ تاسو په افغاني ټولنه کې بدبختانه خلک دا فکر کوي چې تنها عبادت منحصر دی په لمانځه او روژه او ارکان خمسه د اسلام باندې، در حالی که چې د دې تر څنګ ټول هغه کارونه چې هغه د بشریت دپاره د همکارۍ په خاطر باندې کی، د همدردۍ په خاطر باندې کی، د خیر او ښېګڼې رسولو په خاطر باندې کی، دا ټول د عبادت په چوکاټ کې شامل کی. بله، سپاسگزار هستیم. بینندههای عزیز، اجازه بدین سوال روز را هم بخونم. همکارانم میگن بریم وقفه. وقت مستحب و درست ادای صدقه فطر چه وقت است؟ الف ماه رمضان، ب پس از ایام عید، جیم صبح صادق روز اول عید فطر، و دال هم صبح صادق روز اول عید اضحی. کدام یکی درست است؟ با ما به شماره 729 ارسال بفرمایید. بعد از یک رفت و آمد با برنامه رسم عاشقی باشید. با شما هستیم دوستان، خوش آمدین به ادامه برنامه رسم عاشقی. و بشیر جانم غذا را آماده کردن، قسمی که گفتن منتو آماده ساختن، اما منتوی بود که البته منتوی افغانی نبود، منتوی تایلندی شما آماده کردین. بسیار آسان آماده میشه و فواید بیشمار داره، به خاطر اینکه داخل روغن هم سرخ نمیشه و در ضمن از روغن هم کمتر استفاده میکنیم، دیگه ای که سرخ زیاد نمیشه، داخل داش میباشه. بله، به خاطر شما میتونه که اصلی غذا خوب و خوشمزه آماده بسازه. ولی یک چیز یاد تانر دوست عزیز، به خاطر که هر غذا که آماده میسازیم باید یک کمی که ساس یا لوب داشته باشه. طبعا به خاطر از رو به حتی من خواستم یک قرمه بسیار خوشمزه آماده بسازیم، همراه با کمی سیر و کمی که پیاز. یک قرمه بسیار از رو به هدیه یک ساس جور کردن برش. و قسمی که شما میفهمید باز کردن و بسته کردنش بسیار آسان است. شما میتونه که سرپوش رو بسیار آسانی باز کنی. وقتی باز شد از رو استفاده میکنیم. و یک سرپوش دیگه داره که به خاطر از اینکه وقتی ما از رو استفاده کنیم دوباره باید سرش بسته کنیم تا داخل یخچال بمونه، ما بتونیم خوبتر از این رو نگهداری کنیم و بار بتونیم استفاده کنیم. بسیار خوب. قسمی که امروز باشه ما خود وقت کم داشتیم، طرز تهیه غذا را دوستان تونستن ببینن. کچالو را خوش ما جوشاندیم، داخل آب جوش اضافه کردین و گوشت کوفته را سرخ کردین. اما میشه که کمی جزئیات شبو این دوستایی که میخوان خب بسازن یادداشت بگیرن. بله. خب گوشت کوفته را داخل روغن میندازیم، سرخ میکنیم، همراهش با کمی پیاز، مساله، چیکن کیوب هم اضافه میکنیم و بعد از اون نوبت سیر است که کمرا با کرم سرخ و سفید هم مخلوطش میکنیم. کاملا آماده شد. باربیکیو ساس هم رو با هر سس دیگه که علاقه داشتیم میتونید که امرا با مساله مخلوطش کنی و کاملا مواد آماده میشه. کچالو داخل آب اضافه میکنید تا نرم شه. وقتی نرم شد داخل میکسر میندازید تا به شکل خمیر شود، آماده شود و به شکل حلوا خود سخت کنه. وقتی سخت شد بعد از اون از کچالو در قسمت پایین بشقاب هموار میسازی. بعد از اون نوبته که کوفته است که همراه با سبزیجات آماده ساختیم اضافه میکنیم و منزل سیمش که باز هم کچالو آماده میشه و همراه با بادنجان می و مرچ دلمه به شکل تزیین میکنیم و قسمت بالایش به خاطر که قرمه دار باشه کمی قرمه بادنجان می آماده میشه. طبعا دوستای عزیز، قسمی که بشیر جان برتون معلومات داد، غذایی که امروز آماده ساخت آسان بود، میتونیم که به وقت بسیار کم این غذای خوشمزه را آماده بسازیم. و در ضمن از دوستای ما که میخواین غذای هوسانه آماده بسازن، یعنی غذایی است که هم وقت کم میگیره دوستای عزیز و هم غذایی است که برای افطار مفید است. گرچه در آخرین افطار ماه مبارک رمضان ما بشیر جان قرار داریم، دوستا شاید یعنی فردا امکان داره. خب میتونیم که از این غذا همیشه آماده بسازیم، نه تنها در ماه مبارک رمضان، همیشه کوشش بکنیم که غذای را انتخاب بکنیم که ارزش غذایی خوبی داشته باشه. دوستان عزیز، تا تبادتان قبول درگاه حق باشه و بخیر وقتا با سهراب جان و مهمانشان باشین. بله بیننده های عزیز، اگر همکاران ما موافق باشن قرائت چند از کلام الله مجید را توسط قاری صاحب سادات میشنویم و با پیشواز شاید آخرین افطار بریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار برحمتك يا أرحم الراحمين.